امام حسن باید این نیروها رو حفظ کنه، وقت جنگ نیست، باید این نیروها حفظ بشه، ولو حالا بیان تو خیابون بهت فوش بدن. السلام علیک یا مذل المؤمنین، سلام، خوب ما مؤمنی رو ذلیل کردیم، ما دوستشیم بریم بجنگیم، بریم دعوا، جلومونو گرفت، ترسیدی نه؟ در میان فرزند امیرالمؤمنین معروفه که از همه شجاعتر اون حسن. ببین از همه شجاعتر مأمور بر آتش بس. سخته ها فکر مثلا بزن بهادر محل باشی، بعد سرتو بندازی پایین تو کوچه بیای بری هر جغل بچه‌ای بردی تیکه بهت بندازه همینجوری. اینجوری دور از شأنش مردم دلبری کرده براشون معاویه، میگه نگاه کن ببین این حسن جا پای باباش میخواد بذاره، باباشم عزیز دل من نرفته با ایرانیا به جنگه، نرفته با رومیا به جنگه، نرفته با مصریا به جنگه، نرفته برامون غنیمت برام عرب بیاره، سه تا جنگ داشته با خود ما عربا، جمل با صحابه پیغمبر جنگیده، صفین با ما جنگیده، نهروان با قراء و حافظان قرآن جنگیده که پیشانیاشون کبره بسته بود از شدت سجده. میبینی؟ علی مسلمان کشته، حسن هم میخواد اون راه بره. عمل روانی این بود، رسانه این بود، ما اصلا به چیز خوشو تحمیل کنید تو این جامعه؟ چاره جز اینه که دست معاویه رو بشه. اومد یه قراردادی بست 10-12 تا شرط گذاره که همه رو زد زیرش، کار به اجرا که ما اصلا فقط این آخریه رو نگه داره. آخریه چی بود؟ میگفت لعن نکنید تو مسجد امیرالمومنین رو منبر، تو رس منبر یعنی رسانه ها، تو کانال تلگرامیتون، تو اینستاگرامتون، تو چه میرم اینور اونور، لعن نکنید. کار به جای رسید دیگه، گفت نه هر چیو بگذرم اینو نمیگذرم، من اگه مردم از علی دور نکنم که دو تا خبر در مورد علی ابن ابی طالب بهشون برسه که برگشتن بیچاره. جالبه به حد حکومت رو میخواست سلنامه که برای امام حسن فرستاد، اهل سنت میگن امضا کرد گفت هر چی میخواد توش بنویس، هر چی بنویسی من قبول میکنم. جالبه یکی از نکاتی که امام حسن نوشته نکات مالیه، میگه سالی انقدر پول باید بدی. شما آیه ولایت رو وقتی داره مثال میزنه میگه و یعطون از زکات و هم راکعون، یعنی تو ولایت امیرالمومنین صحبت زکاته، یعنی آی مردم اگه شما زکات ندید، اگه پول ندید این جلسه ها برگزار میشه و خود مردم باید پول بدن، مردم باید کمک کنن، این اصله. نه دولت ها که فردا یه اصلاح طلب رفی اصولگرا اومد، اصولگرا رفی اصلاح طلب و یه همه چی کله پاشه، خود مردم. مثلا این جامعه اینجوری تحویل میگیره، همون کاری که امیرالمومنین میکرد، همون آباد کردن نخلستان ها، همون کار اقتصادی حضرت ادامه میده، به این موقوفات اضافه میکن. میرسه به امام حسین، دیگه انحرافات به یه حدی گذشته، این جنازه نیاز به شوک داره، شوک و ابا عبدالله میده، شوک و ابا عبدالله میده، میگذاره امام سجاد جمع کنه ماجرا، و حضرت به نه و احسن زیر تمام دوربینا این کارو کرده. و این باز در چه شرایطی بوده؟ در شرایطی که شیعه مسابقه رو برابر شروع نکرده. میگم پیامبر 100,000 تا صحابه داشت، چند تاش امیرالمومنین بودن؟ الا حمل نعم، نمک تو آب، انگشتای دو دست نمیشدن. یعنی شروع اونا 100,000 تا، اینا چی؟ حالا آقا شروع اینجوری بود، تیم شما 100,000 نفره بود، تیم فوتبال ما 7-8 نفره بازی رو شروع کردن، نه اینجوری نبود، تکیرانداز هم گذاشته بودن، بازیکنای تو رو میزدن میکشتن. حجاج بن یوسف ها سرکار اومدن ناهاری نخورد الا اینکه قبلش سر جلوش بریدن، داعش بگه نه کلاشون در اومدن، داعش تو سیره همینا در اومده، جلوش سر میبریدن، شیعیان رو دست و پا میزد جلوش، اشتها میافتاد، با این کله دیوار درست میکرد، به جای سنگ خورده سنگ میذاشت یه دونه کله. خالد بن ولید رفته مالک بن نویره مسلمون رو با هم نماز خونه، گفتش دست از شمشیر بکش نماز بخونیم بعدش با هم میجنگیم، تا شمشیر گذاشت زد کشتش، سرشو برید گذاشت زیر دیگ، همون شب با زنش زنا کرد، تو دیگ غذا خورد، بلند شد رفت.
این کیه جناب آقای خالد ابن ولید؟ این همونی که دست امیرالمومنین بست تو کوچه، که خلیفه دوم گفت اگر زنده می بود خالد ابن ولید که من به شورای شش نفره نمی سپردم، قطعا خلیفه سوم او بود. تو جنگ ذات العیون 1000 چشم در آورد. ذات العیون اسمش شد، عیون یعنی چشم ها. اون سخنرانی فتوحات غیر اسلامی بنده رو گوش کنید. فتوحات کجا شد؟ اسلام غیر اسلامی بود. برای همین امیرالمومنین اینو دردشون میگیره. امیرالمومنین 25 سال شمشیر رو غلاف کرده، اینو دارن میجنگن هیچ کاری نمیکنه. دوران حکومت خودش نیسته، شمشیر رو که کشیده فقط چی از اینو کشته؟ جز اینه؟ این درد اومد. اومدن جعل کردن. آقا امام حسن و امام حسین تو جنگاش بوده و فلان، چون جعل کردن 60 جای دیگه ریخ به هم. تمام فتوحات غیر اسلامی شبهه ها رو جواب میدم. دونه دونه رو. جای امام حسن و امام حسین تو جنگای تو فتوحات اینا بودن مطلقا. امیرالمومنین تو جنگ صفین که جنگ خوده، جنگ جمل جنگ خودشه، امام حسن و حسین جلو نمیفرستاد. به محمد حنفی میگفت تو برو جلو. محمد حنفی پسر امیرالمومنینه. برگشت گفتش که بابا من پسراتن، منم پسرم، چه منو فقط مینازی جلو. حضرت فرمود اونا چشما من تو دستمی و دست از چشما محافظت میکنن. برو اونا فرزندان زهرا نسل پیغمبر از طریق اینا باید ادامه پیدا بکنه. من جونشون نمیتونم به خطر بندازم. یکی از دلایلی که حضرت میفرماد من اون تو ماجرای کوچه اون بیعت سکوت کردم حفظ جان حسنین بود. گویا بعد دو تا بچه خردسال بودن زیر دست و پا همونجا میکشتنشون. اینا با آتش فقط حکومت رو میخواستن. گویا اینو بگیر اینو حفظ بشه. این نسل باید حفظ بشه. آن فرد وعده داده شده از اولاد ایناست. که دختر امام حسن با پسر امام حسین با هم ازدواج میکنن و این یعنی سمت مادری از امام حسن، سمت پدری از امام حسین. امام سجاد علیه السلام با فاطمه باید باشه، دختر امام حسن ازدواج میکنه و امام وعده میده.